این برنامه از طرف انتخاب شهر برای منازل شما زیبایی و قشنگی می آورد. به نام خداوند پیروزی ها و سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما بیننده عزیز تلویزیون جهان ما، بخصوص برنامه قهرمانان MMA. خوشحال هستم که در این هفته دوباره در خدمت شما قرار گرفتیم. ورزشکاران ما بدون شک که در هر میادینی که میرن، دستاوردهایی که می داشته باشند، در پلوی از اینکه زحمات خودشان می باشد، نقش استادایشان، مربیایشان بسزا می باشد در برد این ورزشکارای ما. چنانه که شما شاهد هستین که ورزشکارای ما مثل عبدالعظیم بدخشی، باز محمد مبارز، سمی فیضی، نصرت‌الله آخوندزاده، عبدالعصیب فیضی، به می شکل ورزشکارای دیگر ما، همشان تلاش کردند تا فعلا که دستاوردهای خوب داشتن در رشته MMA و توانستن که بیرق افغانستان در هر کشور دنیایی که هستند زندگی میکنن و مسابقات خودان را پیش میبرن به اهتزاز در بیارن. و همچنان مربیان ما هم که تلاش کردند در این قسمت که ورزشکاران ما را برسانند، مربیان زیاده بودند، تعدادشان زیاده، اما یکی از مربیان خاصه که در رشته MMA همواره ازشان در برنامه قهرمانان MMA ورزشکاران ما یاد کردند، ما یاد کردیم، چندین بار وعده دادیم که حتما دعوتشان میکنیم، که امشب خوشبختانه که با ما در استودیو است کسی که لقب قهرمان ساز در افغانستان هم با خود داره، استاد عبدالواسع قیومی امشب با ما در برنامه است. استاد شما رو خوش آمدید میگم، خوشحال هستم که شما رو با خود داریم. سلام خدمت تمام کسایی که ما رو از برنامه زیبا جانشین و دلنشینی که از طرف تلویزیون جان نما افغانستان و همیشه به خاطر از اینکه قهرمانان ورزش های MMA رشد بکنه، این برنامه زیبا رو خصوصا از قزیان که همیشه میخواد که ورزشکارای ما رشد بکنه، سلام به تمام کسایی که ما را از برنامه زیبایتون میبینه تقدیم میکنم. تشکر استاد محترم، ما هم خوشحال هستیم که امروز استاد چون شما را در برنامه داریم. میشه استاد درباره برنامه ورزشیتان که از کجا آغاز کردین، فعلا در کجای قرار دارین؟ چون همه بینده عزیز با چهره شما آشنا هستن، اما این خوب است که از زبان خود شما هم بشنوید. ما در قدم اول ورزش ها را از ورزش بوکس شروع کردیم که دوره نجیب بود از 1368، و بعد از این مختصر بگیم به خاطر از این تکواندو، بعد از تکواندو تقریبا 16 سال کنفو کار کردیم و در بعد از اون مدت 13 تا یکی طرف مسابقات، مثلا در ورزشای رزمی ما نو ورزشای رزمی بودیم که دسترسی خوب با مویتای داشتیم، کیک بوکس داشتیم و شاگردای خوب داشتیم در این نقبت بدیم رشته، و بعد از 13 تا 5 توانستم که می رشته فری فایت یا MMA را خودم بنیانگذاری و موسیقی در بانسان باشم. بسیار عالی، بسیار عالی. استاد شما منعیس رئیس سازمان UFC، چون که شما هم یکی از سازمانهایی که سازمان اجتماعی و ورزشی است UFC که شما مسئولش هستین، رشد ورزش میره چگونه میبینین؟ رشد می واقعیت که فعلا یکی خود در قدم اول از طریق رسانه‌های شما میشه که شما دائم ورزشکارا و چهره های خوبه که چهره هایی که پشت بک‌گراند است دائم هیچ کس نمیشناسه شما دعوت میکنین. تشکر میکنم از برنامه های زیبای شما و دیگه کسایی که سازمان هایی که دارن میخواین که فعالیت بکنه، فقط هدفشون یکی است که میخواین که از دورترین نقاط افغانستان چهره های خوب بیارن، که فعلا ما هم میتونیم یک مسابقات داشتیم در حدود 180 نفره، مسابقات از ولایات و از خود داخل کشور گرفتیم، تقریبا 180 نفر مانده که ما وعده کردیم که به نزدیکی ها انشالله که در حدود 30 نفر چهره های خوبه که بتوانه بیرق پرشکوه و پررنگ افغانستان با کشورهای بیرون مرزی و داخل کشور به اعتزاز بیاره. آماده ساختیم که خصوصا این سازمان ها در رشته MMA بسیار خوب است، و خاطر از اینکه MMA خودش یک رشته است که کلش تجارتی می باشه و شامل برنامه های تربیت بدنی یا المپیک نمی باشه، به خاطر از اینکه یا ورزش هایی که من خود یک تعریف چیز براتون بکنم، وقتی که میتونه یک ورزشکار مسابقات آماتور بکنه در حدود 5 سال 6 سال یا 10 سال 7 سال، که ورزشکارهایی که بودن که فعلا خوب نامدار هستن 8 9 مسابقه پیش ما کردن دا آماتور، و بعد از این حال فعلا در سطح جهان، مثلا در سطح دنیا به مسابقات MMA خود دوام میتن. بله، این یک برنامه است که میتونه تو وقتی که مسابقات MMA بکنه، مسابقات آماتور بکنه که داخل چوکات داخل تربیت بنی میشه، بعد از اینکه
از اینجا جدا میشه، هی ورزشکار خودکفا میشه، به خاطر از اینکه سازمان ها همه گیش مسابقات که دایر میکنه به خاطر چهره خوب، خصوصا سازمان ما که فعلا است، یعنی به شکل پروفشنال به شکل پروفشنال میشن. بعد از 5 6 مسابقه که میکنن آماتور یا با شمال مسابقات پروفشنال میشن. و فعلا فضل خدا که سازمان او اف اف سی رو که شما گفتین شامل شرداق هستن، که فعلا از خود افغانستان گفته اگون تا کسایی میگن که مثلا مسابقات سازمان ها مثلا نباشه به خاطر از اینکه ورزشکارا بخواد به یک چوکات مراجعه بکنه، اما نه، به خاطر از اینکه ورزش های پروفشنال خودشان یک شرکت هستن و میخواین که ورزشکارای خوب به افغانستان رای بکنن، خصوصا در میادین ما مثلا مسابقات داریم با موتور تربیت بنی از اینش میپردازه، اما مسابقاتی که پروفشنال داریم خود ورزشکار از اینی خود میپردازه و پول که از اون طرف به دست میاره خودشان میگیره. استاد شما تعداد زیاد ورزشکاران به جامعه ورزشی افغانستان تقدیم کردین، بیاین از با استعدادترین و با دستاوردترین شاگردان تا نام ببرین. شاگرد خود زیاد است، در حدود تقریبا 250 چند مدال آسیایی جهانی که فعلا رجستر تربیت بدنی هم است، هم شاگردای ما بوده که کلشان از زیر دست ما و فعلا که در بخش زیاد شاموتور است که مسابقات جهانی آسیایی کردن و فعلا که سر زبان ها هستن، کسایی هستن که به شما و به تمام مردم افغانستان، احمد ولی اوتک است، مبارز است و اسیبلای فیضی است، سمی فیضی است، عظیم بدخشی است و کسای دیگه که آقای خانزاده صاحب است و عمران سخی زاده است و کسایی هستن که واقعیت کال فعلا چیز نیست، بسیار فایترهای خوب هستن، صدیق نوریس و فایترهایی که برتون اگر رقمی بگویم بس در یک ساعت هم خلاص نمیشه، قمی چهرهایی که فعلا در بگراند کار میکنن، فعلا کلگی مشناسیشون همی کسا هستن. بسیار خوب، واقعا کسات تال قدر شما، جایگاه شما در جامعه ورزشی بخصوص ورزش می خاص است، نزد همه ورزشکاران، نزد رسانه و نزد تمام دنیا، چون شما کسایی هستین که پیشکسوت ورزش می بودین تا حال در افغانستان و رشدنده ورزش می در افغانستان. استاد در بین شاگردانتان که در کتگوری وزن 70 قرار دارن، با استعدادشون کی هسته؟ خب وزنهایی که در 70 هستن واقعا که ورزشکارهای خوب داریم، خصوصا احمد ولی اوتک است، آخزاده صاحب است، نصرت آخونزاده است و عظیم بدخشی است و فایترهای دیگه هم، اما شما چندین فایترهای دیگه داریم که فعلا کل از یا هر کدام از یا به برنامه خود بهترین هستن، هر کدامشون از یک نقاط که میبینی در ام‌ام‌ای خو مکس است، بله کل از یا پیش خود یک جایگاه خاص دارن، یکی در رشته مثلا بوکس شون، بله هر کدامشون جایگاه خاص دارن که در ام‌ام‌ای میرزمن کلشون جایگاه خاص دارن، یعنی با استعداد دیگه همشون در کلشون با استعداد هستن، به خاطر اینکه همگی از یا پرچم افغانستان بالا کردن، بر ما کلشون استعدادشون قابل قدر است. استاد به چی داد کلاب تحت نظر شما فعالیت داره؟ فعلا سازمانی که ما داریم در حدود 83 کلاب است در داخل شهر کابل و تقریبا 16 ولایت هم نمایندگی داریم. بسیار خوب، در 16 ولایت فعالیت شما است، این سازمان او اف سی هم دوجه؟ بله این سازمان او اف سی هست، همش تحت نظر بله شما بله. و از مربی های تانیاد کنین که به چی سطح مسلکی تر هستن؟ مربی های ما خود بخاطر از اینکه امی ورزش در افغانستان ما خود ما مروج کردیم و موسیش هستیم، ما برنامه داریم که همیشه فنی و مسلکی است و مربی های ما که هستن تمامش مکتبی برشان گفتن و مختن و تمامشان انشاءالله کسایی هستن که ناماشان بگیریم زیاد هستن، راستی که واقعا کلشان قابل قدر هستن که همین فایترهایی که میبینین فعلا زیادترش شاگردهای از ما هستن. استاد یک سوال که متفاوتر، چون شما مسلکی ورزش هستین تا حالا پیش بردین ورزش، آیا رشته ام‌ام‌ای مربوط ریاست تربیت بدنی میشه؟ نه خیر، نه، پیشتر هم گشاره کردم ورزش های کل ورزش ها شامل تربیت بدنی میشه، به خاطر از اینکه تربیت بدنی یک ارکان ورزشی است که داخل دولت، اما ام‌ام‌ای خودش فعلا یک استایل است که بازی میشه و کل از شرکت های است که سازمان های است که خودشان جور میکنن، در دنیا هم بمیشه، بعد دنیا هم بمی خاطر است، به خاطر که پیشتر هم یک روشنی انداختم، کسایی میتونه که آماتور بازی بکنه که یک امتیاز از طرف ریاست تربیت بدنی و المپیک براش داده شوه تا وقتی که آماتور بازی میکنه، و وقتی که یک آماتور کار میره طرف پروفشنال که پروفشنال شوه و میفهمین که ورزشکار ما فعلا هم دمو اد هستن. این حال برازیا یک سوال اینجا خلق میشه که بسیاری کسایی هستن که یا پروفشنال هستن و یا پس
خواهش از زیر دارن تربیت بدنی یا کسایی هستن ورزش های لازمی یا کسایی فدراسیون های دیگه که شما بخواید پاس بین داخل چوکات تربیت بدنی شوین. ای 8 سال 10 سال که زحمت کشیدن و موتور مسابقه بازی کردن، این حال مثلا یک نفر تو کنکور تا صنف 12 میخونن، یک نفر دیگه شلاس نیست، شما باید پاس بین اصلا فوال شروع بکنید. برای ورزش میام فعلا نمی رقم است، یا که ورزش پروفشنال شروع میکنن خودکفا میشن، بله. مصرف خودم خودشون میتن، آیدم که میشن برای خودشون، بله. بدون شک که در دنیا به می شکل از زمانی که به پروفشنال میرسه ورزشکار دیگه او خودش خود تمویل میسازه یا از طریق اون فایدهایی که میداشته باشه. استاد محترم، در بین ورزشکارای افغان فایت و شکل مبارزه کدام ورزشکار خوشایند است براتون؟ واقعیت که در نزدیکی که یک شب پیش دو شب پیش مسابقات جناب اکبر صاحب بود، واقعا یک فایتر بسیار خوب است. ما باید بنازیم به تو همچو فایتره که بیرق سیرنگ افغانستان در دنیا بر تمام دنیا نشان میده. واقعیت که بسیار خوشایند یعنی از اکبر صاحب دوستم. چقدر دربارش معلومات داری؟ بسیار زیاد، بسیار یک بچه انسان بس آدم بسیار خوب و از کل کده که بسیار زیاد تقوی بسیار قوی دارن. همیشه که تشون صحبت میکنیم و دائم زیاد برنامهشون در دین است که زیاد از دین زیاد یادآوری میکنن و برنامهشون مستحکم هستن. استاد، چی خوب است که بریم مسابقه از نصرت اکبر است با عارف شه ببینیم دوباره باز سخنان تکنیکیش از شما می داشته باشید. بازم شما را خوش آمدید میگم. با هم یک جا مسابقه خیلی جالب و پرشور از جوان خوب ما، جوانترین فایتر یو اف سی نصرت جان اکبر است که فعلا هم در شهر هامبورگ کشور جرمنی به سر میبره، در اونجا تمرینات خود پیش میبره و اما مسابقات شمش به نفع افغانستان است که زیادتر از استاد میشنویم که چگونه بود فایت اکبر است. واقعا یک فایت بسیار دلچسب و واقعیت که یک استعداد بسیار خوب، به خاطر از اینکه حریفش زیادتر استاد کار میکرد و یگانه کار از این بود که دفاعی خود جور کرده بود، چندین حملهایی که امرای پا میشد و از زانو میشد و لوکیک سر از این حمله میکرد، کلش دفع میکرد و ایت یک رقم بازی میکرد که واقعیت جذاب دیگه که در یو اف سی یکی مگرگر همیتر فایت میکنه و اکبر است. اکبر است. استاد، خودت زیاد دیگه ماشاءالله مسلکی سی از مسلکی بودن ات خواهی هیچ کس در این شک وجود نداره. از فایترهای دنیا استاد کدام فایتر خوشتان میاد؟ خبیب نورمگامیدوف. استاد، کارش چگونه میبینین نظر به دیگه فایترها؟ یعنی چقدر به چی سطح تکمیل تر است؟ همین کسایی که ما برتون نام میگیریم که خوش میایم، به خاطر از این میان که یا فایترهای هستن که در افغانستان ما شما داریم که بعضا نگفتین باز یادآور میشم، یا کسایی هستن که در فایت خود یا در برنامه های تمرینی خود از یه چیز کمبود ندارن و یا میتونن که کتی یک استادکار بکنن، کتی کسی که زمین بره زمین کار بکنه و کتی کسی که مثلا کنج کیج بکار بکنه، یا از همه چیز تکمیل هستن یا یک ام ام ای کار سالم هستن و میتونن که خوب بدرخشن. و از ترینرا و مربیا هم یاد کنین که در چی وضعیت هستن، چقدر برشان رسیدگی صورت میگیره از طرف نهادهایی که زیر ابت است برشان؟ واقعیت که این خوبم نیست که یاد بکنم، به خاطر از اینکه یگانه مربی که فعلا دستاورده که به ما دادن قهرمانساز، پیشتر شما لطف کردین گفتین و این قهرمانساز به این نیست که ما یک شاگرد داشته باشم و یک شاگرد دیگه کس آمده باشن به با ما پشم یک سال یک شش ماه کار کرده باشه خود لقب قهرمانساز بتم و در حدود 200 چند مدال که براتون پیشتر گفتم کسایی هستن که پیش خودم کار کردن از تادا به ام ام ای فری فایت و حالا به بسیار سطح بالا هستن. ایرا منوز من به خود نمیدانم و ترینر ها در افغانستان فعلا قرار مهم نداره و هیچ کسی نمیخواد که ترینر جایگاه خود بگیره و زیادتر خواهش مییس که یک ترینر میتونه صدها قهرمان تربیت بکنه، به خاطر از اینکه قهرمان زیاد میتونه که بوده بدونه. اینجا فقط همی کسایی که در بک‌گراند خود بچه فیلم می باشه و او را زیاد رشد میتن که فلانی بچه فیلم است، اما کسی که در پشتر دایرکتر می باشه زحمت کل کار می کشه او را هیچ کسی یاد نمی کنه. در افغانستان هم میگه پس کسایی که ترینر است که زحمت می کشه روی سنه را زیاد می بینن و کسایی که در پشت سنه زحمت کشیده، شب و خواه نکده روزا زحمت کشیده. واقعا قیزیان عزیز که ما روز شده که از ساعت 10 بجه نونیم 10 بجه زوف کردیم تا 5 بجه دیگر در کوما بودیم، وقتی خستیم که در زیر سیرو میاستم گفتم چطور شده، گفت از تمرین که اومدی استاد سر تمام در این حالت. اما هیچ کس نیدم که طالب ما را خواسته باشن از مثلا از تربیت بدنی یا
کسایی که در دولت هستن، بزرگای دولت خواسته باشه که یک ترنر هم در افغانستان شما خواهش بکنید، نه میبینن فقط از خود برایشان بسیار عادی معلوم میشه و ترنرهای دیگه هستن که از کشورهای دیگه میان اینجا پول بسیار گزاف میتن ماش میتشن، اما کسایی که اینجا خودشان زحمت میکشن و هیچ کسی نمیگه که اینی استاد زحمت کشید پشت بک‌گراند. و در جایی هم که میبینم یگانه جایی که شما را دیدم که سوال کردین فقط قهرمان از خودش پرسان میکنن، نمیگن که شما پیش کی کار کردین، زحمت های کی بوده که شما را در جای رسان. بله ما همواره از قهرمان های ما پرسیدیم که نزدیکی پیش یگانه به خاطر از اینکه خودتون قزجان از دل ورزشکارا میین، خودتون یک ورزشکار میستین و واقعیت که از دلش میین که استادی که زحمت میکشه شما میبینین، شما میره پرسان میکنین دیگه که نمیدونن نمیفهمن، فقط هم خود قهرمان به شروع میبینن که شما چطور مسابقه کردین، چی نمیگه که امیر شما رو اینجا کی رسان. بله بله واقعا که او کسی که رساندیشان او بیشتر نقش داره نسبت به اینکه زحمات خودش. طبیعی که اگر استعداد ده وجود دادن باشه، ترینر خوب نباشه، مربی خوب نباشه که سر ورزشکار ما کار کنه، به هیچ وجه نتیجه نمیگیره. کیره در دنیا هم ثابت شده. استاد یک خاطره جالب از بین شاگردایتان میخواد بپرسم؟ خاطره خب بسیار زیاد دارم دیگه. در مسابقات ترکیه هستم، یکی از دوستای ما نامش نمیگیرم فایت کردن، بعد از اینکه فایتشان خلاص شد که دو مسابقات عمرانجان سخی زاده هم حضور داشت و چندین فایتر دیگه، نام فایتر نمیگیرم، وقتی که از طرف حریف رومانیایی خود زانو خورد افتاد، ما رفتم پیشش ایره که بالا کردیم مالزه کردیم استاد کردیم، مر خیال رئیس سازمان کرد میگه آقای منوچیری خیرتی است شما چرا سعی میکنید؟ من میگم من استاد هستم از که دولت بیوش بده مر خیال ضربه خورده، میگم آقای منوچیری خیرتی، من میگم من استاد هستم، میگه گفت دوش نبود در فکر نبود بسیار وقت واقعا خاطره جالب است. استاد میخوایم قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، نظرتان درباره برنامه قهرمانان علمی میخواییم بپرسم؟ واقعیت یک من خودصفت هم نشه قیس نازنین در بسیار برنامه نمیرم و واقعیت که برنامه شما را از اول تا حالا تعقیب کردیم، واقعیت یکانه برنامه که میخواید که علمی کارهای افغانستان رشد بکنه و چهرهشان را به کل مردم دنیا نشان بده، واقعا برنامه شماست که زحمت زیاد میکشین که ما تشکری خاص دارم از شما و از برنامه کسایی که هیئت رهبری تون است و کسایی که در این برنامه که شما سم تلاش میکنن، واقعا که ما بسیار که خوش دارم برنامه شما. تشکر قربانتون. استاد برگ سبز توفیق درویش، بفرمایید توفیق انتخاب شهر به پاس قهرمانی شما، به پاس قهرمان ساختن شما که بسیار از ورزشکارهای ما را در حد رساندین، به شما من نظر گرفته. واقعیت تشکر میکنم از برنامه شما و از خود قیس نازنین و از انتخاب شهر، واقعیت تشکر، واقعیت کردن قابل قدر هستین، زنده باشید که حضور پیدا کردین. هر کدام گفتنی دارین کامرا در اختیارتان است چون در لحظات آخر برنامه فقط من خواستم همین است که ما باید کسی باشیم، کل ما یک جا باشیم، یک دست باشیم، یک مش باشیم و بخواهیم که خصوصا ورده شرفوی امیمی میره یک جای پیش ببریم و هیچ کس نهاد حق نداره که ورزشای می عرفوی است که کسی مانع شوه. ما خود ما ورزشکارا خودکفا هستیم، باید که زحمت بکشیم که با جایگاه برسیم که واقعیت بایرق افغانستان حق پرست و بالا شوه. ما دیگه اینمی فقط آرزوی ماست. تشکر استاد، لطف کردین از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین و ما هم خوشحال از این شدم که با شما چند لحظه تشکر. بودم بینده عزیز، از شما سپاس خاص که تا این دم بینده برنامه خودتان، برنامه قهرمانان می بودین و یک تشکری خاص هم از بزرگترین فروشگاه افغانستان، فروشگاه انتخاب شهر و از جمنازیم مسکو مکان صحت سلامتی که برنامه ما را اسپانسر شدن. تا دیدار بعد که دوباره در خدمت شما قرار میگیرم، شب شما بخیر.